سلام، با جلسه سوم آموزش زبان فرانسه در خدمت شما هستم. من فاطمه محمودی، مدرس زبان فرانسه از مجموعه دانش بنیان فرکیان تک. یونیته ان لسون ان. کتاب نوب تکثیر شیوه تدریسش به این صورت هست که هر اونیته شامل 4 درس میشه. ما جلسه قبل لسون زقو رو داشتیم که مقدمه بود برای یادگیری زبان فرانسه و این درس لسون آن درس 1 محسوب میشه. در این درس سلوه سلام کردن، دومانده درخواست کردن، ا و دیغ گفتن، لوبخنو الونو اسم و فامیل. سواغ دیغ توانایی گفتن، سلوه سلام کردن، بونجور سلام، بونجور موسیا سلام آقا، بونجور مدام دوسه سلام خانم دوسه. اینا مثال های کتاب هستن. حالا شما میتونین به جای دوسه فامیل خودتون، فامیل دوستتون رو به کار ببرین برای تمرین کردن. صبح خزانته معرفی کردن، جوسوی آلیس دوسه من آلیس دوسه هستم، جومپل نیکول فالکو اسم من نیکول فالکو هست یا من نیکول فالکو نامیده میشم. واسی آلدو این هم آلدو، من ماری همسرم، جوسی فرانسز من فرانسوی هستم. دومانده ادیق لبخنم الونم درخواست کردن و گفتن اسم و فامیل. کیست؟ این کیه؟ سه آلدو فالکو این آلدو فالکو هست. ایل ال او مذکر مؤنث، سپل دوسه دوسه نامیده میشه. ایل سپل دوسه، ال سپل دوسه. در این درس ما باید بتونیم این اصطلاحات و جملات رو به کار ببریم. گرامر درس ما صرف فعل اتخ، لوورب اتخ اوبخزان به زمان حال، همونطور که توی جدول میبینیم پرومیه پرسون اول شخص، سنگولیه مفرد، دوزیم پرسون دوم شخص، تخوازیم پرسون سوم شخص. مثل زبان فارسی اول شخص، دوم شخص، سوم شخص، یا حتی زبان عربی. فعل اتخ چون که از افعال بی قاعده هست به این ترتیب صرف میشه. جو سوی من هستم، توه تو هستی، ایل ال ا ایله ال او هست. این ستاره رو که میبینیم یه نکته رو به ما یادآوری میکنه. ووزت شما هستید. این وو برای رعایت ادب ما به جای تو وو رو میگیم، وودو پولیتس. لو پرونوم سوژه ا اوبلیگاتوار ضمیر فاعلی الزامی هست. حتما باید ضمیر فاعلی توی جمله ما باشه. لو ورب ساپوله اوبخزان دومین فعلی که صرف فعلش شد در این درس یاد میگیریم فعل سپوله هست به معنی نامیده شدن. فعل سپوله از افعال پرونومینال هست، دو ضمیری. به چه صورت؟ دقت کنید. جو مپل، جو ضمیر فاعلی، ام اپاسخوف ضمیر دوممون هست، اپل که فعل ما هست و صرف شده. تو تپل تو نامیده میشوی، ایل سپل او نامیده میشود. وو وو زپله وو دو پولیتس برای رعایت ادب وقتی ما بخوایم شخصی رو معرفی کنیم میگیم وو وو زپله شما نامیده میشوید. همونطور که دقت میکنید
فعل عتق از افعال بی قاعده بود، اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و سوم شخص مفرد. شناسشون ترتیب خاصی نداشت، از افعال بی قاعده است، قاعده خاصی نداره. اما فعل سپله همونطور که میبینین شناسه فعل تیره تر نشون داده شده، روم اپل آ، تو تپل آ، اس ایل سپل آ، آ آ اس آ. این شناسه فعل ما هستن که در صرف کردن افعال گروه اول شناسه ها به این صورت قرار میگیرن در آخر فعلمون. و حالا صرف فعل اتخ به صورت کامل به زمان حال: ژو سوی، من هستم، تو، تو هستی، ایل، او هست، نوسو، ما هستیم، ووزت، شما هستید، ایلسون، آنها هستند. ضمایر فاعلی ژو، تو، ایل، ال، نو، وو، ایل، ال به صورت جمع هست. جمع هستند، اس جمع دارن، اما اس تلفظ نمیشه. هنگامی که فعل بعدشون با وایل شروع شده باشه لیزون داریم، یه ارتباط بین دوتا کلم برقرار میشه که این اس تلفظ میشه. به مرور که با افعال دیگه آشنا میشیم میتونیم این لیزون رو به خوبی یاد بگیریم و تکرار کنیم. دوستان عزیز، روزهای دوشنبه و چهارشنبه هر هفته ساعت 18 میتونید آموزش زبان فرانسه رو با ما دنبال کنید. و در آخر شعار همیشگی ما Make it silly simple، یا به قول مهندس فرهی قدرت در عین سادگی. من از طرف تیم پرکیان تک به خاطر دنبال کردن این کلیپ از شما تشکر میکنم. شبکه‌های مجازی ما را در اینستاگرام، تلگرام، آپارات، یوتیوب، فیسبوک و لینکدین دنبال کنید تا جزوه‌ها و کلیپ‌های دیگر ما را به صورت رایگان در آنجا ببینید. تا جلسه بعد، به امید دیدار.